تنش بین ایران و اسرائیل در روزهای اخیر به اوج خود رسیده تا جایی که کارشناسان و رهبران سیاسی به احتمال بروز یک جنگ منطقه اشاره می در این زمینه با آقای اورالتوغا کارشناس مسائل ایران از ترکیه گفتگویی داریم. آقای توغا سلام عرض می کنم. به نظر شما حملات اخیر اسرائیل به لبنان و سوریه به چه میزانی این تنش را بالا برده؟ سلام و درود بر شما. ببینید این اتفاقاتی که تو Gazze ve hala tulumdan ofdada ro ee, ne bayat fakat be yez sali ahir mahdut koni. İn gaziye rişehayi amiktaridare Yani ez vaktiki bahsi, vernameyi, e, hesteyi İran matraş çot, İsrail hemişe ez İran esası khater karde. Hala ince fikmikonan e, sualin ki, çera Esrail İran ro yek tehdit mi bine? Yani İran bera İsrail Esrail çera tehdide. Dela ile şu mişe be çahar e, deste taksim kert. Mesela evvel e, bernameyi hesteyi, e, dövüm mitunu begim e, regabet sere gödret tu mantıga şayet. Sevüm e, inki İran İsrail ro be resmiyet ne mişinese ve çaharım guruhayi şebir nizami ki İran ezeşun himayet mi kone. İran mihrat nüfuz eşro, ege mustakim e, begim, nüfuz eşro tu hevermiyane ziyat e, kone ve e, in ba menafi İsrail der tezade. Es ez tarafı diğer lahni ton İran e, aleyhi İsrail hem bayese teneşmişe. İran ez guruhay misli Hizbullah himayet mi kone ki ina tehdidi daimi berayı İsrail mehsubmişe. İlave berina e, tevanihayi nezami İran, mesela mahsusen مشکایی بالیستیکش فشار زیاده به استراتژیهای دفاعی اسرائیل وارد میکنه که امنیتی اسرائیل از هستیه شدن ایران چیه؟ به نظر شما چرا تلاوی مخالف سرسخت این موضوع هستش؟ از وقتی اسرائیل تأسیس شده همیشه دنبال این بوده که چطور به عنوان یک کشوری کوچک با امنیتی کم امنیتش رو تیمین کنه یعنی راهی حلش چی میشه؟ اول از همه بی سواد کردن کشورهای دشمن اطرافش مهم بود برای اسرائیل. این اتفاق تو ایران و سوریه افتاد. دوم اینکه نظره هیچ کشوری تو منطقه به سلاحی هستی برسه. این خیلی خیلی مهم است برای اسرائیل. حالا اگه ایران به سلاحی هستی برسه چی میشه؟ در این سناریو اسرائیل از دو چیز میترسه. یکی اینکه باعث کشورها، مخصوصا کشورهای خلیج فارس، مجبورشن که استراتژی امنیتشون رو عوض کنن که این میتونه به یه رکابت تسلیحاتی جدید تو منطقه راه بندازه دوم اینکه ایران با داشتنی سلاحی هستهی جسورتر عمل کنه این دو سناریو برای اسرائیل خطرناکه به خمین خطر اسرائیل حاضر هر ریسک رو قبول کنه تا جلوی برنامه هسته ایران رو بگیره از سال 2002 اسرائیل متعقد که این مسئله با دیپلماسی حل نمیشه حتی تو دوره ترامپ تونست امریکا رو از توافق هسته بیرون بکشه ولی نتونست امریکا رو راضی کنه که با زور جلوی ایران رو بگیره آقای تو به نظر شما آیا اسرائیل به ایران حمله خواهد کرد؟ Baydas haft oktober Netayaki ezlihazi siyasi turu şerayiti sahti bud. En mogiyet ro fırsatı baray icray na, e, nakşahçit. E evvel reft sonraki Hamas tu cenub e, hatta be gaymet neskushi bet reft sonraki Hizbullah tu şomal. Alan be nazarmiyat e, dare khodesru amade mikonaki e, bere sonraki İran من فکر میکنم تو روسای آینده حمله اسرائیل به ایران اجتناب ناپذیر باشه یعنی yani ای... چرا چون اسرائیل برنامه هسته ایران رو یه تهدید وجودی میبینه از سال 2002 ایران کل سرمایه گذاری کرده تو زمین های مختلف مثلا از نیروی دریایی گرفته تا اطلاعاتی داخلی با, این حال هنوز نقطه اضافیه زیادی داره خلاصه اینکه اوضاع پیچیده است هر دو طرف دارن تلاش میکنن موقعیت خودشون رو تو منطقه تقویت کنن و این میتونه به بی درگیری بیشتری ماجر بشه نتانیاهو میخواد خودش رو به عنوان رهبری که تهدیدی ایران رو از بین برد در تاریخ ثبت کنه از طرف دیگه ایران داره تلاش میکنن از تاریخ حقوقی بین المللی و دیپلماسی از خودش محافظت کنه باید ببینیم تو روسای و هفته آینده چی اتفاقاتی میفته و آیا میشه از یه درگیری بزرگتر جلوگیری کرد یا نه